هست چه کسی است؟ کی من؟ کی این؟ سلام، من کامبیز حسینی هستم و این 45 قسمت پارازیت 46 سلام، من سامان اربابی هم، این پارازیت 45. بهمن هم از راه رسید، بهمن ماهی که به ماه خون معروف است و بهمن ماهی که سرمایش آغشته به امیدی شده بود در تاریخ ایران زمین، مبنی بر این که آزادی تحفه این ماه و گرمای خون کسانی خواهد بود که بر کف خیابانهای شهرها جان دادند تا شاه سرنگون شود. و شاه سرنگون شد و داستان جمهوری اسلامی با اعدامهای فلهی آغاز شد و قانون اساسی تصویب شد که در آن ولایت فقیه شد وامدار همه کسانی که به امید آزادی مرگ بر شاه گفتند. و بعدتر همین انقلاب یکی پس از دیگری فرزندانش را بلعید تا اینکه روزی رسید که فرمان تیر صادر شد و باز خون در خیابان بود و مردمی که خواستار استقرار آزادی بودند و تاریخ تکرار مکرراتی شد برای مورخانی که 31 سال پیش قلم به دست تا نوفل‌لوشاتوی فرانسه به دنبال رهبر انقلاب رفتند تا از او بشنوند کجای حکومت اسلام دیکتاتوری بود است که آیین از این میترسند دیکتاتوری چیه؟ حکومت قانون. اگر شخص اول مملکت ما در حکومت اسلامی یک خلاف بکند، اسلام او را حذف کرده، یک ظلم بکند، یک سیلی به حکومت بزنه. آیت الله خمینی گفتن که حاکم اسلامی اگه یه سیلی بزنه اسلام عزلش میکنه و ما در به در دنبال تصاویری از سیلی زدن حاکمان به مردم گشتیم ولی چیزی پیدا نکردیم. ولی خب در این جستجو تصاویر دیگری پیدا کردیم که توش سیلی نبود ولی اینجور چیزا بود. ببینید
در هفته‌ای که گذشت مناظره‌های تلویزیونی مجری خندان تبدیل شد به معاشقه‌های تلویزیونی اصولگرایان در ایران و آقای حسینیان هم حرف‌های جالبی زد. حسینیان کیه؟ همون که یه زمانی به مدرک این صفحه اول روزنامه صبح امروز میگفت آخه بابا جون ما خودمون یه زمان قاتل بودیم. آقای حسینیانی که یه زمانی میگفت قاتل بوده تو این مناظره یا معاشقه اول گفت که من واقعا اینی که عرض میکنم جز اعتقادات قلبی و باور همه وجوده من هست که این انقلاب مقدمه ظهور حضرت مهدی است. من هیچ شکی ندارم. بعدم گفت که تازه اگه امام زمان ظهور کنه ایشون نمیدونه که چه موضعی خواهد گرفت و شاید بره تو ردیف دجال. ما خودمون نمیدونیم فردا چه موضعی میگیریم، چه خواهیم بود، در اردوگاه مهدی خواهیم بود یا در اردوگاه دجال. و خب آقای مجری هم همینجوری مونده که این چی داره میگه. یه ذره اون طرفتر و توی استودیوی دیگه یک گزارشی پخش شد و آقای رئیس مطبوعات کشور گفت که بنده خودم منتقد دولت، من در بسیاری از موارد هست که میتوانم انتقاد بکنم، اصلا انتقاد جز ضروریات ماست. ولی نگفت اگه انتقاد کنن چه بلایی سرشون میاد و همزمان به 15 روزنامه تذکر داد. اما در هفته که گذشت صفائی فراهانی از زندان آزاد شد، لیلا فرهادپور روزنامه نگار بازداشت شد، صدا کردن خانم ها با اسم کوچیک در تلویزیون ممنوع شد، دست دادن با اسرائیلی ها یه بار دیگه مسئله شد، لوگوی تهران امروز عامل فساد و فحشا شد، لاریجانی از فضای آشفته کشور نگران شد، ایران از میزبانی بازی های اسلامی منع شد، تعدادی از عکس های انقلاب ایران از کتاب زندی حذف شد، علیرضا بهشتی در زندان دچار عارضه قلبی شد، محمود احمدی نژاد خواستار مهاجرت تهرانی ها به شهرستان شد، کتاب صحنه زندگی من است درباره حمید سمندریان منتشر شد، اس‌ام‌اس ناموس عادل فردوسی پور شد. این نظرسنجی برنامه ما، خب من روش قسم میخورم، یعنی یک دونه اسمس در تاریخ این برنامه 90، یک دونه خب از اون اسمس یک دونه تا حالا این برنامه نشده. من دقیقاً من مثل ناموسم حواسم به این اسمس ها هست. اتهام عمویی چاپ شعر فردوسی اعلام شد و دادگاه عاشورایی ها به اتهام محارب برگزار شد و پس از آن محسن کدیور معنای محارب را روشن کرد. هیچ که از تظاهر کنندگان عاشورا شرعاً نمیتواند محارب نامیده شود. هر که چون این بگوید سواد فقهی ندارد، جاهل شرعی است، یعنی از شریعت اسلامی کاملاً بی اطلاع است. اگر اونها رو محارب بداند، من نمیخوام برعکسش بکنم بگم اگر قرار بود ما بگیم چه کسی محارب است، آن افراد نیروی انتظامی که با قصد و با سلاح به جان مردم افتادن اونها شرعاً محاربند. اما هفته گذشته آیت الله خامنه ای گفت شفاف سازی دشمن دشمن است، مانع دشمن است، غبار آلودگی کمک دشمن است و پیشتر هم ایشون در ارتباط با دوست و دشمن گفته بود شناخت دوست و دشمن لازم است، مبادا دوست را با دشمن اشتباه کنید، مبادا دوست و دشمن را مخلوط کنید، مبادا رفتاری که با دشمن باید داشت با دوست انجام بدید، مبادا دشمن را با دوست اشتباه بکنیم، دوست رو به خاطر یک خطا به جای دشمن بگیریم. و از اون طرف یه عده‌ای هم دشمن خونی و معاند را دوست فرض کنن. دشمن کیه؟ کی من؟ دشمن همه کسانی که با حاکمیت طمع‌ورزان، غارتگران، سودجویان، زرندوزان، زورگویان، وابستگان مخالفن. این دشمنی. دشمن کیه؟ کی؟ این دشمنی. خب این سخنرانی قدیمی بود ولی ما شمردیم و دیدیم فقط در آخرین سخنرانی آیت الله خامنه ای 34 بار ایشون از کلمه دشمن
استفاده کردن و تقریبا شما هیچ سخنرانی از ایشون پیدا نمی کنید که در اون دشمن وجود نداشته باشه. ما واقعا موندیم که این دشمن کیه؟ چرا همه چی تقصیر دشمنه؟ چرا این دشمن دست از سر ما بر نمی داره؟ آقا جون ما چیکار به کارش داریم که هیچ دشمنی می کنه؟ همینجور 31 سال هنوز دشمنه، هنوز دشمنه. اصلا چرا دشمنه؟ دشمنی چیه؟ چرا نمیشه باش آشتی کرد با این دشمن؟ چرا یه جام دیگه پیدا نمیشه که حالا مثلا زهرآلود زهرآلود هم نباشه ولی مثلا یه ذره سم توش باشه، آدم بره بالا این دشمنو تبدیل کنه به دوست؟ و سوال مهمتر از همه این که اصلا آیا این دشمن آیت الله خامنه ای وجود خارجی داره؟ و اگه داره کیه، چیه، چه شکلیه؟ شما اگه از اصل و نسب این دشمن خبر دارید به ما و به آدرس parasit@voanews.com ایمیل بزنید و ما رو هم مطلع کنید. اگرچه که باز باید بهت گفت، آقا بهت گفت، عزیزم، پسرم، دخترم، اون ستوفنگارم بهت گفتن که گفتن آقا ما باور نمی کنیم. حیدری برگشت بهشون گفت آقا ما باور نمی کنیم که تو این چند وقت شما سری چی شده باشید و اینها. که آقا سعید هم برگشت بهش گفتش که آقا نه، اولا اینکه وضع ما اینجا خیلی خوب بود و واقعا اینجا زندان زندان نبود، سونا جکوزی همه چی برا بود و ضمن این که ما احتیاج داشتیم. و تریانفر گفتش که اگر یک شرایط دیگه مثل زندان بود، 20 روز خلسه نیروهای جانبی به ما وارد نشه، اینها بتونیم فکر آزاد داشته باشیم، ما میفهمیدیم که داریم اشتباه داریم میکنیم اینها. ولذا باید شما هم به این عزیزان بگید که عزیزم، پسرم، دخترم، لجاجت نکن و الا میری اونجا بعد یا میبرن سونا جکوزی و اینها، یا این که نمیدونم اینها اون کارهایی که خدا نکنه اون کارهایی که آقای کروبی گفتن که نشده اینها، ولی که یه اتفاقاتی میفته که البته با اعتقادات نمیشه بازی کرد. دیدید خیلیشان دارن مقاومت میکنن ولی اونایی که بریدن واقعا بریدن، بعد میبرن اونجا و اینها، بعد 20 روزه رب و رو به تو اعتراف میکنه. خب این بود پارازیت این هفته ما. تا پارازیت دیگر امیدوار باشید و مثبت فکر کنید. مرسی از همگی، شب همگی بخیر. علی کوچولو دیگه کوچیک نیست، خوشحال نمیشه با نمره 20، دیپلم گرفته سربازی رفته دنبال کاره هفته به هفته، مادرش قرض داره ته برج دائم کم میاره، رخت میشوره بند میندازه غم داره بی اندازه، با بد و خوب میسازه، تنها دلش میخواد علی باز بشه کلاس اولی. وای 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 علی کوچولو دیگه کوچیک نیست، دنیاش مثل اون کوچه باریک نیست، دستاش خالیه دلش پر درده، داره دنباله چاره میگرده، هی کتاب میخونه تو اینترنت سرگردونه، دائم فیلتر میشکونه میخونه و میدونه اینجا مثل زندونه، دلش میخواد جادو بشه باز علی کوچولو بشه. وای 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 علی کوچولو دیگه کوچیک نیست، سر راهشه یه تابلوی ایست، یه دانشجوی ستاره داره
دست از رویاهاش بر نمیداره. باباش تو زندونه، علی با مردم تو میدونه، یه سرودو میخونه، سر اومد زمستونه، پیرهنش غرق خونه. تموم میشه کار علی تو دل یه گور جعلی. وای وای وای.